اردوان روزبه خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. اردوان، اونطوری که بلومبرگ داره ادعا میکنه در گزارشش، به نظر این شبکه بسیار پیچیده است، تا اندازه‌ای پیچیده که حتی برخی از تولیدات اونها به شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل شفرون و حتی بریتانیایی مثل بی پی هم رسیده. دقیقاً همینجور هستش. در واقع گزارش جامعی که بلومبرگ داره میده ابعاد مختلف این فساد مالی و این پولشویی بزرگ رو به طرز غریبی داره نشون میده و در واقع جزئیاتی که داره گزارش بلومبرگ میگه که اتفاقی که در برج تجاری گران قیمت ICD Brookfield Palace افتاده دو سال پیش، وقتی یک شرکت آمده تازه تأسیس اونجا شروع کرده به کار خودش، در واقع هیچ کس باور نمی‌کرده که گردش مالیش به بالای 15 میلیارد دلار فقط در سال 2015 برسه. هکتور یا حسین شمخانی به نظر میرسه حرف پدر رو خیلی جدی گوش کرد. وقتی علی شمخانی گفت به پسرش توصیه کرده به کار دولتی نپردازه، واقعیت اینه که به نظر میرسه اون مجدانه به دنبال کارهای خصوصی از این دست پرداخته. حسین شمخانی پیش از این هم سومین کشتیرانی بزرگ ایران رو، یعنی شرکت آدمیرال رو راه انداخت که با انتقال نفت ایران به کشورهایی مثل چین و کشورهای دیگر در واقع سهم عمده‌ای در انتقال نفت ایران به خارج از کشور به رغم تحریم و همچنین پولشویی‌ها داشته. در همون دوره، در اون زمان، این بالغ به حدود 400 میلیون دلار فقط از 300 هزار بشکه در روز نفت سود کرده بود. حالا شرکت دیگری که امروز بلومبرگ داره راجبش صحبت می‌کنه، در وبسایت خودش میگه که دست کم 70 سال سابقه کار وجود داره، اما تحقیقات نشون میده که هیچ نوع سابقه فعالیتی در این شرکت نیست. محمد الهاشمی کسی که گرداننده این شرکت هست، حداقل به شکل سوری تاکید میکنه رابطه بین حسین شمخانی به طور مستقیم با این شرکت وجود نداره، اما مشخصا آنچه که تحقیقات بلومبرگ داره نشون میده پولشویی های جمهوری اسلامی و همچنین روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین از طریق این شرکت داره انجام میشه. در گزارش بلومبرگ حتی به نام کاپیتانی به اسم موسوم به کاپیتان دی شناخته میشه که کاپیتان درخشان هستش. وظیفه این فرد هماهنگی برای انتقال محموله‌های حساس و اومن کاراش هم از کارائیب داره کنترل میکنه و در سطح مختلف در سطح جهان هستش. همون جوری که اشارم شد، از ماه آوریل تأکید ایالات متحده آمریکا و خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بر تمرکز تحریم‌ها بوده و کشتی‌های هم از مجموعه زیر دست حسین شمخانی مورد تحریم قرار گرفته. اما واقعیت اینه که اگرچه بلومبرگ میگه حدود 60 کشتی دیگه وجود داره، اما کسی به طور مشخص نمی‌دونه که واقعاً حجم گردش مالی اون چقدر هستش و با توجه به روش پیچیده انتقال پول، پولشویی، انتقال پول به شکل یوان، تبدیل پول و تبدیل کشتی‌ها در جاهای مختلف، در عمل نشون میده که راه بسیار سختی پیش رو خواهد بود برای کشف کامل شبکه پولشویی که حسین شمخانی اونو داره اداره میکنه. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی.